کشته شدن سه پلیس در حمله انتحاری در نزدیک یک دفتر سیاهی در ولایت خوست. انتقاد از حضور شهروندان خارجی در میان نیروهای پلیس افغان. مخالفت با حضور ناقضان حقوق بشر در انتخابات. تصویب پیشنویس قانون اساسی مصر و مخالفت ها. و بازگشت روسیه در افغانستان برای بازسازی این کشور. سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه ششم ماه جدی سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حمله انتحاری در نزدیک یک دفتر سیاهی در ولایت خوست 3 تن کشته شدند و 9 تن دیگر زخم برداشتند. فرمانده پلیس خوست میگوید که این رویداد بامداد امروز هنگام رخ داد که انتحار کننده یک موتر پر از مواد انفجاری را در هنگام بازرسی پلیس در دروازه پایگاه نیروی خارجی این ولایت منفجر ساخت. غفور صبوری در این باره گزارش دارد. نمایندگی سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA در ولایت خوست بامداد روز چهارشنبه آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت. مقام های امنیتی خوست میگن که انتحار کننده سوار بر یک موتر مواد انفجاری همراهش را در برابر دروازه شرقین مرکز منفجر ساخت. در نتیجه انفجار یک پلیس و دو غیر نظامی کشته شدند و دو پلیس و 7 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. ساعت 7 صبح دروازه شرقی میدان هوایی خوست که منطقه به نام شمال یاد میشه به نام اداره روایت خوست در خود سرک عمومی که یک بلندکش موتر بودند وقتی که سرباز کمپین و استاد میکنه دبستان و انفجار میتن که تنها او سرباز به شهادت میرسه و نفر ملکی که هم سرک به شهادت میرسه خیره طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند و ادعا دارند که در این رویداد به نیروهای خارجی نیز آسیب رسیده است. حمله پلیس زن بر یک مشاور آمریکایی در فرماندهی پلیس کابل بار دیگر انتقادها را از نهادهای امنیتی بیشتر برانگیخته است. شمار از اعضای مجلس نمایندگان این حمله را ناتوانی استخباراتی میدانند و وزارت امور داخله را در شناسایی نکردن این زن که شهروند ایران است و بی‌پروایی متهم میسازند. این نمایندگان تاکید می‌ورزند که چنین افراد نباید در نهادهای امنیتی استخدام گردند. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. حضور و فعالیت یک شهروند ایران در وزارت امور داخله بسیاری ها را شگفتی زده ساخته است و نهادهای امنیتی در شناسایی نکردن این زن انتقاد می‌شوند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز حضور این زن را در پلیس کشور پرسش برانگیز می‌دانند. در قدم اول ضعف ارگانهای ثبت اول نفوس که برای ازی تذکره دادن و در قدم دوم ضعف نهادهای استخباراتی را که از استخبارات تو اسناد ازی تیر شده و ای به صفوف پلیس جذب شده. غفلت کرده به اینجا غفلت کرده سلنگاری کرده مسابقه کرده تحت مراقبت دقیق نداشته با چرا اسلحه برش داده. در همین حال سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که بررسی ها در این باره ادامه دارند. بررسی ها ادامه داره. دلایل و چگونگی و عامل هر عامل دیگه که در عقب ازی باشه بدون شک مورد بررسی قرار میگیره. هنوز کدام ثبوت و شواهد در دست نیست که روابط این خانم با شبکه های تروریستی نشان بده. حمله های سربازان داخلی بر نیروهای خارجی امسال تا کنون بیش از 50 نیروی خارجی را به کام مرگ برده اند. اما این رویداد نخستین رویداد است که از سوی یک زن انجام شده است و نیز پس از این رویداد روشن شد که این زن شهروند ایران است. این رویداد از یک واقعیت دیگر نیز پرده برداشت، واقعیتی که یک شهروند خارجی نیز به نام شهروند افغانستان در وزارت امور داخله فعالیت میکرد. در نشست پاریس نمایندگان گروه طالبان به گونه خواهان تسلیم شدن حکومت افغانستان در برابر طالبان شدند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان با تاکید بر این مطلب میگویند که در این نشست طالبان بر شناسایی قانون این گروه و گفتگوها میان دو طرف در سطح دو حکومت تاکید کردند. در این حال شورای عالی صلح میگوید که در گفتگوهای صلح دستاوردهای 11 سال گذشته کشور با خواستهای شهروندان کشور هرگز نادیده گرفته نخواهند شد. در این باره حسیب مودودی گزارش میدهد.
نشست پاریس هم تلاش برای برگردانیدن صلح در افغانستان پنداشته شده است. اما پس از برگزاری این نشست نگرانی ها از مبهم بودن نتایج آن بیشتر شدند. گفته شده است که نمایندگان طالبان در نشست پاریس تاکید کردند که آنان به نمایندگی از گروه طالبان نه، بل به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان در این نشست حضور یافتند. این منطق یعنی ای که باید حکومت موجود و جامعه بین المللی تسلیم مطلق طالب شود و مجدداً امارت اسلامی طالب ها با اندک اصلاحات و تغییراتی بر سر کار بیاید و این منطق منطق مذاکره نیست، منطق تمامیت خواهی است، منطق تسلیم پذیری است و به هیچ وجه با روحیه صلح خواهی نمی سازد. از سوی هم گفته می شود که در نشست پاریس نمایندگان طالبان خواهان تغییر در قانون اساسی افغانستان هم نشدند. نمایندگان این گروه گفتند که احتمال دارد گروه طالبان در قانون خودشان جای برای ارزش‌های مثل حقوق بشر و پدیده‌های از این دست دریابند. اونا گفتند که قانون اساسی افغانستان قانون استبدادی هست، ما ایره نمیپذیریم و قطعا در این قانون موارد خود ما داریم که اصلا قانون اساسی درست میکنیم. یک مورد با اونا سرصدا و پیشنهادایی داشتن که کاملا در روند مذاکره و مصالحه قطعا یک در حقیقت یک موانع ایجاد کردن. د جنگ په حالت کې یا په عجولانه شکل باندې یا د یو جبهه په غوښتنه باندې تغییرات ممکن نه دي. او کله امن ریشی، سول ریشی، سیاسی مبارزی شروع شی او بیا یو حکومت غواړي چې د مصالحو په خاطر باندې په قانون اساسي کې تعدیل ریشی، هغه خپل میکانیزم مطابق په قانون اساسي کې تغییر راست. بروز سه شنبه وزیر امور خارجه هم بر برگزاری نشست های صلح در داخل کشور تاکید کرد و گفت که تاکنون روشن نیست که این دو نماینده طالبان از کدام گروه طالبان نمایندگی میکردند. این روزها با هر قدمی که برای برقراری صلح در کشور برداشته می شود، روزنه امید تازه برای مردمان کشور باز می گردد. اما نگرانی های هم از بهر از دست رفتن دستاوردهای 11 سال گذشته وجود دارند. دستاوردهایی که قانون اساسی حقوق بشر و پدیده های از این دست مهمترین آنها هستند. در این حال فعالان جامعه مدنی خواهان جلوگیری از حضور ناقضان حقوق بشر در میان نامزدان انتخابات در کشور هستند. شمار از فعالان جامعه مدنی کشور تاکید می‌ورزند که برای جلوگیری از حضور چنین افراد در انتخابات باید راهبرد به وجود آید. این فعالان تاکید می‌ورزند که در انتخابات ریاست جمهوری باید یکی از معاونان رئیس جمهور زن باشد. سید حازم آرش جزئیات را گزارش می‌دهد. نهادهای جامعه مدنی با تاکید بر اهمیت انتخابات شفاف و عادلانه، نظریات و پیشنهاداتشان را در پیوند به مسوده‌ای که سوی کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت عدلیه بیان شده بود ابراز کردند. با اینکه نهادها پیشنهادات متعدد را بیان نمودند، اما تاکید داشتند که نباید ناقضین حقوق بشر در پروسه‌های انتخابات سهم داشته باشند. نگرانی ما همی است که نباید این بار ناقضین حقوق بشر و افرادی که در شورش‌ها و حملات توریستی دست دارند و از طرف دیگه هم سلاح‌های غیر قانونی را حمل می‌کنند و دارای گروه‌های مسلح هستند، نباید اینا در پروسه‌های انتخابات نقش پیدا بکنند و مکانیزم وجود داشته باشد تا اینا نتوانند در انتخابات سهیم بشند. در این حال این فعالان از حکومت می‌خواهند تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری نقش زنان برجسته شود. ما می خواهیم در انتخابات آینده ریاست جمهوری از جمله معاونین، از جمله دو معاون ریاست جمهوری یک معاونش باید زن باشد. این اگر مثلا کاندید مرد می باشد و یا کاندید زن، یکی از معاونینش باید یک زن باشد. نهادهای جامعه مدنی حضور دو کارمند خارجی در کمیسیون انتخابات را بر شفافیت انتخابات در کشور اثرگذار می‌دانند. در عین زمان این نهادها می‌گویند تأخیر در انتخابات باید بعد از ایجاد یک کمیسیون مشترک از سوی نهادهای باصلاحیت کشور صورت گیرد. یک خانواده در ولایت کندز که ادعا می کند دخترشان از سوی پسرک فرمانده محلی کشته شده است، خواهان عدالت شده است. این خانواده ادعا دارد که دخترشان 5 ماه پیش با گلوله کشته شده است، اما تا کنون هیچ نهادی به داد آنان نرسیده است. به گفته این خانواده قاتل زندانی شده بود، اما پس از اندک زمان دوباره رها شده است. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. اعضای خانواده این دختر هنوز هم در سوگ دخترشان نشستند و خواهان عدالت هستند. پدر و مادر این دختر ادعا دارند که 5 ماه پیش پسر یک فرمانده محلی در این ولایت به خانه ایشان داخل شد و دختر 14 ساله ایشان را به گلوله بست. دور بین زنم دقا رواقه سوزو مونگ اخفلا دقا نفر وو پیزم دقا سرده ایدم. تا کنون انگیزه این قتل از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده است.
پدر این دختر ادعا دارد که قاتل دخترش از سوی پلیس بازداشت شد، اما پس از اندک زمانی از بند رها گردید. در حال حاضر اعضای این خانواده می گویند که از ترس این فرمانده نمی توانند به خانهشان برگردند. تلاخره بسی رو اتلم و پا تیخت و یو خیر بلمو که آقا پزان دیما و آقا نسو وایی لانلا او دیما لور ولگی دلا بس زلانلم و لسوالی تلانلم دا پا حق برسی دلا و لسوالی تا ما اطلاع ورکرلا. پدر این خانواده دو قاضی دادگاه استیناف ولایت کندز را در رهایی پسر این فرمانده به گرفتن رشوه متهم می سازد. اما دادگاه استیناف ولایت کندز بارد این ادعا می گوید که مرد متهم به علت نبودن دلایل کافی از بند رها شده است. در همین حال یک عضو شورای ولایتی کندز رهایی قاتل این دختر 14 ساله را تایید می کند و خواهان تامین عدالت به این خانواده شده است. ما نگران بسیار شدید قتل اخیر که دخترک 14 ساله که پای پیش در بلسالی چالداری ما صورت گرفته در نگران و یک قتل بسیار نگران کنده بود که توسط یکی از پسرهای قماندانا به قتل رسیده بود. ولایت کندز امسال بیشتر گواهی چنین رویدادها بوده است. از آغاز سال تا کنون در این ولایت 17 زن و دختر کشته شدند، اما گفته می شود که در بسیاری از حالات‌ها عاملان این رویدادها زورمندان بودند و به دادگاه کشانیده نشدند. امروز ششم ماه جدی 33 سال دوز حمله ارتش شوروی پیشین بر کشور است. 33 سال پیش از امروز ارتش سرخ اتحاد شوروی به افغانستان یورش آوردند. ارتش شوروی پیشین در حدود 9 سال در افغانستان ماند و این حمله افزون بر کشته و زخمی شدن و فرار میلیون ها شهروند افغانستان به بیرون از کشور و بحران های دامدار در کشور انجامید. شریف امیری با گزارش در این باره. 33 سال پیش از امروز نخستین کاروان ارتش سرخ درست از همین مسیر داخل پایتخت شدند. نظامیان روز در حدود 9 سال در افغانستان ماندند، اما چگونگی حضور و کارکردهای نیروها با واکنش‌های تند روبرو شد. گفته شده است که حضور ارتش سرخ ایجاد گروه‌های مجاهدین را در کشور نیز توجیه پذیر ساخت که با این کار بسیاری از تحولات و دگرگونی‌های سیاسی در کشور نیز با حضور ارتش سرخ در افغانستان پیوند خورده است. هرچند تهاجم شورایی بر افغانستان انتقادهای تند شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی را برانگیخت، اما رهبران شورایی به این انتقادها اعتنایی نکردند و نیروهای این کشور را که به بیشتر از 100,000 می رسیدند 9 سال در افغانستان نگه داشت. سرانجام در این نبردها که در حدود 15,000 سرباز روسی کشته و زخمی شدند، در 26 ماه دلو سال 1367 هجری خورشیدی در پی مخالفت‌های شدید برخی از کشورهای جهان و نشست ژنو، این نیروها افغانستان را ترک کردند. آغاز بحران از سال 57 شروع شد و تشدید از او با سال 58 با آمدن روسا انجام پذیرفت و نیمی بحران تا حال ادامه داره و در جریان همین 30 سال که وقتی که شما محاسبه کنین هر برهه مشخصی میبینیم یک منافع معینی یا در سطح منطقه و یا در سطح بین‌المللی به خاطر تشدید و ادامه بحران وجود داشته و داره. در نتیجه این 9 سال نبرد و مبارزه در برابر سپاه سرخ 2 میلیون افغان کشته شد، 1 میلیون معیوب و نزدیک به 7 میلیون تن دیگر به کشورهای دیگر آواره شدند. اما این همه یک روی سکه بود. در این مدت افغانستان گواه ساخت و سازهای زیربنایی از سوی شوروی نیز بوده است که از این میان می توان ساخت و ساز مکرویان ها، دانشگاه های نظامی و دیگر تاسیسات نام برد. رژیم شوروی وقت یا نظام سیاسی شوروی ایجاب میکرد که تا زیرساختارها ایجاد شود و بنابر تشکیل زیرساختارها اونا باید حکومت خود تداوم بدن. وضعیت موجود ما در افغانستان قسمی است که نه، زیرساختارها مسئولیت مردم است، مسئولیت سکتور خصوصی است. اما پس از بیرون شدن سپاه سرخ از افغانستان به هجوم گروه‌های مجاهدین یک جنگ داخلی در کشور آغاز شد. ظاهرا علت این خشونت ها به حاشیه کشانیده شدن افغانستان از سوی جامعه جهانی بود. خشونت هایی که هنوز هم در کشور مشهود هستند. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها از طولو و شبکه جهانی طولو نیوز. شورای همکاری های خلیج خواهان پایان مداخله ایران در امور این شورا هستند.
شش کشور عضو شورای همکاری های خلیج مداخله های ایران را در امور سیاسی این کشورها به شدت محکوم می کنند و بر پایان بی‌درنگی این مداخله ها تاکید می ورزند. در این حال نخست وزیر اسرائیل برنامه هسته ای ایران را بزرگترین تهدید به صلح و ثبات خاورمیانه می داند. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شش کشوری عربی زبان و اعضای شورای همکاری خلیج مداخله ایران را بزرگترین تهدید به صلح و ثبات این بخش غنی از نفت جهان می دانند. این کشورها در پایان نشست سالانه شورای همکاری خلیج توافق نمودند تا برای قطع مداخله ایران در امور این کشورها متحدانه عمل خواهند کرد. تهدید بسیار جدی به شیوه های گوناگون از سوی ایران به ما متوجه است، زیرا ایران به مداخله سیاسی در کشورهای خلیج همچنان ادامه می دهد. برنامه های هسته‌ای ایران نیز به منطقه ما تهدید است و هر لحظه امکان دارد یک جنگی برخواسته از این برنامه ها رخ بدهد. هرچند سطح این تهدید بلند است، اما ما برای مقابله با این تهدید آماده هستیم. حکومت ایران درباره این ادعای شورای همکاری خلیج تا کنون رسماً چیزی نگفته است. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل ایران را به ادامه دادن تلاش‌ها برای ساخت بم هسته‌ای متهم می‌کند. بنیامین نتانیاهو همچنان گروه حماس فلسطین و حزب الله لبنان را متهم می‌سازد که می‌کوشند تا جنگ افزارهای بیشتر به دست بیاورند و از آنها در برابر اسرائیل کار بگیرند. وی برنامه های هسته ای ایران گروه های حماس و حزب الله را بزرگترین تهدیدها به صلح و ثبات خاورمیانه می داند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. تصویب پیشنویس قانون اساسی تازه مصر باعث ایجاد تفرقه در میان مردم آن کشور شده است. اعلام نتایج نهایی همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر نشان می‌دهد که بیش از 63% از مردم مصر به این قانون رأی مثبت دادند. مخالفان حکومت مصر میگویند که نتایج نهایی همه‌پرسی ناقص است، زیرا تنها 1/3 مردم مصر به این قانون رأی رد دادند. مجلس نمایندگان ژاپن نخست وزیر تازه این کشور را انتخاب کرد. رئیس مجلس نمایندگان ژاپن اعلام کرده است که شینزو آبا با کسب 328 رای مثبت در برابر 57 رای منفی بر رقیبش باندی کایدا رهبر حزب دموکراتیکان کشور پیروز شد. اسرائیل به دنبال اعمار ساختمان‌های جدید رهایشی در بیت المقدس از اعمار 942 ساختمان دیگر در این منطقه خبر می‌دهد. از سوی دیگر حکومت خودگردان فلسطین اعمار ساختمان‌های جدید را در بیت المقدس انتقاد می‌کند و می‌گوید که این کار مانع تلاش‌ها برای حل اختلافات میان دو کشور می‌شود. هند و پاکستان تلاش دارند تا با راه اندازی مسابقات کرکت روابط سیاسی خودشان را بهبود بخشند. تحلیلگران سیاسی میگویند که اسلام آباد برای بهبود روابط با دهلی نو همیشه از دیپلماسی کرکت استفاده کرده است. با گفته آنان این تلاش ها زمان آغاز می شوند که روابط میان دو کشور نگران کننده شود. تیم کرکت پاکستان برای یک سلسله مسابقات به هند رفته است. در نخستین مسابقه تیم کرکت پاکستان تیم کرکت هند را شکست داد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. همراهی من کنید. باز هم خوش آمدید به این هم چند خبر اقتصادی. برای نخستین بار پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله، روسیه به گونه مستقیم در افغانستان سرمایه گذاری می کند. بر بنیاد پیمانی که امروز میان شرکت یوستوک روسیه با تصدی خانه‌سازی وزارت امور شهرسازی امضا شد، یک کارخانه تولید مواد ساختمانی در ساحه تصدی خانه‌سازی کابل ایجاد می شود. وزیر امور شهرسازی می گوید که این کارخانه با سرمایه ابتدایی 50 میلیون دلار در 7 ماه ساخته خواهد شد. انور هاشمی با گزارش در این باره. در ششم ماه جدی روز سالگرد تجاوز ارتش سرخ به کشور، روس‌ها باز هم به افغانستان گام گذاشتند، اما این بار برای بازسازی. شرکت یستوک روسیه نخستین شرکت سرمایه گذاری روس پس از حکومت دکتر نجیب الله در افغانستان تعهد کرده است که با ساخت یک کارخانه معیاری تولید مواد ساختمانی در کنار کارخانه قدیمی خانه سازی، قابلیت‌ها، فناوری پیشرفته و نیروی کار متخصص را برای تولید قطعه‌های پیش ساخته بلاک‌ها و ساختمان‌ها وارد افغانستان سازد و تصدی خانه سازی نیز از حضور این شرکت در بازار افغانستان حمایت می‌کند. هر دو طرف توافق کردند که یک شرکت سهامی خاص تأسیس می‌نمایند
که در تأسیس او سهم هر دو مشترک است و انشالله کار به پیش میبرد. در 3 سال آینده حدود آمادگی پیدا کنه این شرکت که 100,000 خانه تولید بکنه. تو ناش پریمیر پاسلوژد تلچکون که با ایجاد این کارخانه زمینه زندگی عصری برای افغانان فراهم خواهد شد تا آنان بتوانند افزون بر خانه، مکتبها و مراکز بهداشتی را با سیستم پیشرفته بسازند. روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند دنیا هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه سیاست میتونه نقش کلیدی را هم در جهان و هم در منطقه ما بازی بکنه. بنا به دلایل مختلف بنان افغانستان اگر میخواهد که از نظر اقتصادی سر پایش ساز شود باید در پالیسی ها و استراتژی های ما قسم طراحی شود که ما باید منافع اقتصادی تمام کشورهای همسایه در قدم اول، کشورهای فراتر از همسایه های ما در منطقه و کشورهای جهان بزرگ در افغانستان دخیل بکنیم. با ایجاد کارخانه جدید تولید مواد و قطعات ساختمانی 3 تا 4 هزار تن به کار گماشته خواهند شد و گذشته از ایجاد مجتمع‌های بزرگ ساختمانی مواد ساختمانی ارزان و با کیفیت نیز به دسترس شرکت‌های ساختمانی کشور قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران افغان با وجود دیدن خسارات از جنگ و انفجارها از سرمایه گذاری‌هایشان ناامید نشده‌اند. پس از آن که یک کارخانه تولید آب میوه در هفته گذشته در یک انفجار در کابل کاملا ویران شد، مالک این کارخانه در تلاش به کار انداختن دوباره این کارخانه است، اما از توجه نکردن مقام های دولتی شکایت دارد. با این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 52 افغانی و 25 پول، 1 یورو 68 افغانی و 70 پول، 1 درهم امارات 14 افغانی و 15 پول، 1 روپیه هندی 950 افغانی، 1 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول و 1 روپیه پاکستانی 534 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتون میکنم. سلام دوستان، به شن رویداد ورزشی خوش آمدید. علی اصغر فاتح رقابت‌های قهرمانی باسکل‌رانی در کابل شد. مسعود وردک به مقام دوم دست یافت و حشمت‌الله بارکزای در جایگاه سوم ایستاد. این رقابت‌ها با فاصله 85 کیلومتر از کابل شروع شدند و در شهر چاریکار ولایت پروان پایان یافتند. در این رقابت‌ها بیشتر از 50 رکابزن شرکت کرده بودند. این ورزشکاران از راه سرک نو فاصله کابل تا پروان را رکاب زدند. این رکاب زنان برگزار این گونه رقابت ها را برای افزایش مهارت های فنی ورزشکاران سودمند می دانند. دمی مسابقه های خوب است، بچه ها رشد می کنند. مسابقات همیشه وقت هم دوامدار باشه تا ما بتانیم میزبان هستیم، تیم همسایه را دعوت می کنیم، یک نتیجه خوبتر بگیریم. رقابت های باسکلونی قهرمانی افغانستان در ماه آینده میلادی با حضور تیم ملی پاکستان برگزار خواهند شد. فدراسیون بایسکل رانی می گوید که این رقابت ها از تورخم آغاز می شوند و در کابل پایان خواهند یافت. کار نوسازی و بازسازی دفتر فدراسیون ورزشی ناشنوایان پایان یافت. هزینه نوسازی و بازسازی دفتر این فدراسیون 10,000 دلار گفته شده است که از سوی کمیته ملی المپیک و فدراسیون ناشنوایان پرداخته شده است. فدراسیون ورزشی ناشنوایان کشور 2 سال پیش در چارچوب کمیته ملی المپیک ایجاد شد. اکنون نام‌های بیشتر از 100 ورزشکار در رشته‌های تکواندو، والیبال، فوتبال، بسکتبال، دوش و کاراته در این فدراسیون ثبت هستند. مدال‌آوران فدراسیون پارالمپیک افغانستان از سوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ستایش شدند. وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین حضور و برافراشتن پرچم افغانستان را در رقابت‌های برون‌مرزی توسط ورزشکاران معلول یک افتخار بزرگ به تمام مردم کشور می‌داند. تیم ملی پارالمپیک کشور چند پیش 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز از رقابت‌های پارالمپیک قهرمانی آسیا به دست آورده است. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل هوا ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -5. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت -5، پایین‌ترین -13. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 8.
جلال آباد آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 12. و هرات هوا ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 7. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.